تاریخ باستان خراسان و ایران بر اساس یادداشت‌های مارکوپولو و حکومت ترس دوام نمی‌آورد. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام، وقتتان بخیر. خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای کانال دیلی پرس. تقاضا می‌نماییم که تا آخرین ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. روزنامه 8 صبح می نویسد: حکومت ترس دوام نمی آورد. از زمان سکوت کابل در 15 آگست دور تازه ترورها و حملات تروریستی در کشور آغاز شده است. نظامیان و کارمندان دولت پیشین قربانی اصلی این ترورها بودند. آنان در هیچ جای افغانستان امنیت نداشتند. همه روز از بخش‌های مختلف کشور خبر ترور نظامیان، بزرگان قومی و مردم عادی گزارش می شود. تنها در دو روز گذشته دست کم 4 تن در بخش‌های مختلف کشور ترور شدند. این افراد شامل آمر جنویی پیشین ولسوالی شهرک ولایت غور، یک دکتر در ولایت هرات، یک بزرگ قومی در ولایت پروان و یک فرد دیگر در حوزه سوم امنیتی شهر کابل می شود. تفنگداران ناشناس و اعضای طالبان در پشت این ترورها و کشتارها قرار داشتند. در کنار ترورهای سازمان یافته، حملات تروریستی و ماین‌های کنار جاده‌ای نیز در شهرها و روستاها از مردم قربانی گرفته است. کابل و ننگرهار تقریبا هر روز گواه یک یا چند انفجار است. در هر انفجار چندین غیر نظامی کشته و زخمی می شوند. در آخرین مورد انفجار عصر پنجشنبه 4 قوس در کارت پروان شهر کابل جان یک تن را گرفت. این در حال است که خلاف دوره نظام جمهوری جزئیات بسیاری از رخدادها و حملات تروریستی ناگفته می ماند و رسانه ها چون گذشته زمینه و امکان دسترسی و اطلاعات و باستان را ندارند. بدون شک آمار واقعی تلفات به مراتب بیشتر از چیزی است که از سوی سخنگویان و مسئولان حکومت سرپرست طالبان تایید و نشر می شود. در یک مورد بررسی روزنامه 8 صبح نشان می دهد که از زمان روی کار آمدن طالبان به این سو تنها در ولایت غور 17 تن ترور شدند. این افراد شامل اعضای ارتش و دولت پیشین می شود. بیشتر قربانیان شب هنگام هدف قرار گرفتند. ولایت غور تنها یک نمونه است. در 3 ماه گذشته کشتارهای انتقام جویانه در تمامی ولایت افغانستان ادامه داشته است. حتی قبل از سقوط دولت پیشین جنگجویان طالبان و تفنگداران ناشناس نظامیان و غیر نظامیان را با اهداف و نیات انتقام جویانه در ولایت مختلف بر رگبار می‌بستند. این در حالی است که طالبان در مواجهه با حملات تروریستی و ترورهای ادامه دار اعضای ارتش، قاضیان، بزرگان قومی، مردم عادی و کارمندان دولت پیشین با بی‌اعتنایی برخورد می‌کنند. به صورت معمول سخنگویان و مسئولان حکومت سرپرست طالبان با کلیگویی رخدادها را به اهمیت و محدود جلوه می‌دهند و وضعیت را عادی توصیف می‌کنند. در نگاه طالبان آمار تلفات پایین و اوضاع امنیتی تحت کنترل است. به همین دلیل ترورها معمولاً تکذیب و نوعیت انفجارها و حملات تروریستی بارها وارونه جلوه داده شده است. یکی از دلایل رسانه‌ای نشدن ترورها و انفجارها نیز همین روی کرده طالبان نسبت به ترورها و انفجارها بوده است. در صورتی که زمینه دسترسی به اطلاعات بیشتر و امکان کار و فعالیت رسانه‌های آزاد مساعدتر شود، بدون شک روایت‌های ناگفته زیادی از بخش‌های مختلف کشور بیرون خواهد آمد. واقعیت این است که در 3 ماه گذشته جان و مال مردم از تعرض مسئول نبوده است. خلاف ادعای طالبان مبنی بر ختم جنگ در کشور و اعلام عفو عمومی آنان، مردم عادی، بزرگان قومی و اعضای ارتش و دولت پیشین در هیچ جای امنیت نداشتند. با توجه به اوضاع نابسامان امنیتی، احساس ناامنی با افزایش ترورها و حملات انفجاری بیشتر خواهد شد. خلای امنیتی را مردم با پوست استخوانشان حس کردند. مردم در نبود نهادهای مسئول جای بنای برای پناه گرفتن ندارند. مردم نمی‌دانند که در صورت مواجهه با افراد مشکوک به چه کسی و کدام نهاد برای کمک خواستن تماس بگیرند. حکومت سرپرست طالبان به عنوان ساختاری که کنترل افغانستان را در دست دارد، در برابر جان و مال مردم مسئول است. با کژتابی و سانسور اطلاعات وضعیت کنترل نمی‌شود. شاید ترس حاکم بر جامعه دست کم تا حالا جلوه شروش ها و اعتراضات گسترده و جدی مردم در برابر وضعیت بد امنیتی و فقر کمرشکن را گرفته باشد، اما قطعا در دراز مدت این تابو کارساز نخواهد بود و خواهد شکست. حکومت ترس دوام نمی آورد. و این در حال است که راحله دوستان در برگه فیسبوک خود می نویسد: تا
تاریخ باستان خراسان و ایران بر اساس یادداشت‌های مارکوپولو. حسن صباح رهبر گروه تروریستی بود که بر ضد دولت زمانش از هیچ نوع مخالفت دریغ ننمود. قرارگاه فرماندهیش در کوههای الموت بود که افرادش جوانان نادان را جذب می نمودند و وی را در بهار هر سال در قرارگاه خود دعوت می نمودند و بعد از مهمان نوازی وی را با مشروب ماریجوانا یعنی چرس به هوش می نمودند. آن لحظه وی را با امکاناتی که داشتند در باغ بسیار زیبا انتقال می دادند. زمانی که کاندید به هوش می آمد و خود را محل بهشت گونه می دید، دختران جوان زیبا در دور برش می چرخیدند و مهمان نوازی می کردند. شراب شربت می دادند و بهوش می شد. مکررن به همان محل نان غذا خورده بود انتقال می دادند. زمانی کاندید به هوش می آمد متوجه می شد که آن محل بهشت گونه و آن دختران زیبا روی دیگر نیست. وای قضیه را به دیگران در میان می گذاشت و اطرافیان نهایت با خوشحالی برایش تبریک می گفتند که خداوند تو را خواسته، همان دختران زیبا در انتظارت هستند. کوشش کن که خودت را به آنها برسونی تا از دستت نرود. مرد کندید دیگر آرامش نداشت. شب روزش در فکر برگشت و رفتن نزد همان دختران مست بود. آرامش خود را از دست داده بود. از هر کس پرسش می کرد که چطور می تواند نزد آنها برود. سخت مشتاق رفتن بود. آن زمان مامورین شبکه جاسوسی حسن صباح یعنی الموت برایش می گفت که اگر فلان نفر رو بکشی بدون تأمل نزد آنها می روی. مرد کندید بسیار به علاقمندی حاضر بود که وظیفه را انجام دهد تا حوران بهشتی را نصیب شود. حتی پدر و مادرش هم آرزو داشتند تا پسرشان به آرزوی خود برسد. لذا امروز ملا حسن به زبان همان نقشه را تعقیب می کند و این افراد نادان را که معلوم نیست در کدام قفس به سر می بردند رهبری می کند. سخن در اینجاست که امروز کشت تجارت چرس وثیقه شرعی را رسما اعلام نمودند تا بتوانند افراد ناقص العقل را جذب و توسط آنها انتحار و انفجار را عملی نمایند. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما همراه بودید. منتظر نظریات و پیشنهادات نیک شما هستیم. تا ویدیوهای دیگر، خدا یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید.